سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها. تأکید رهبر امارت اسلامی روی خودداری از اختلافات، شیخ هیبت الله خانزاده با مسئولین ولایت غور دیدار کرده. روی ثبات منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های امنیتی دو جانبه در آن صحبت گردید. سرپرست وزارت امور داخله با ژاوشنگ دیدار نموده. و جان باختن نزدیک به 20 تن بر اثر غرق شدن کشتی در ایتوپیا. مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. رهبر امارت اسلامی روی خودداری از اختلافات تاکید ورزیده است. رهبر امارت اسلامی در دیدار با مسئولین غور استحکام حکومت، تطبیق شریعت و پرورش کودکان را مهم دانسته و در مورد آن توصیه های لازم را نیز ارائه نموده است. کارشناسان چنین دیدارها را مؤثر می دانند و تاکید می کنند که به بحث ها بر سر خواسته های اساسی مردم باید جا داده شود. شیخ هیبت الله خونزاده رهبر امارت اسلامی با مقامات ولایت غور دیدار کرده و مشکلات آن را از نزدیک شنیده است. مسئولین میگویند که رهبر امارت اسلامی روی تقویت حکومت عملی، نمودن شریعت پرورش کودکان، خودداری از اختلافات و خدمت کردن به مردم تاکید ورزیده است. په دې کتنه کې د غور والی د استیناف ابتدایه او نظامی محکمو رئیسانو، ټولو ولسوالانو او ټولو ولایتي رئیسانو ګډون درلودی. هغوی خپل ستونزې او غوښتنې د اسلامي امارت له عالي مقام سره شریک کړل. وروسته علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هغوی ته مفصله وینا وکړه. هغوی د اسلامي نظام استحکام، د شریعت تنفیذ، د مقدس جهاد د اهدافو او لاسته راوړنو ساتلو، د مسلمانانو بچانو ته د تعلیم او اسلامي مفکورې ورکولو، له هر راز اختلاف څخه د ځان ساتلو او د مسلمانانو خدمت ته وهڅول او په دې اړه لازم هدایت او لازم توصیه ورسره شریک کړل. کارشناسان امور سیاسي میگویند که دیدار رهبر امارت اسلامی با مسئولین غور مهم دانسته میشود و میگویند چنین دیدارها میتواند مشکلات مردم را با حکومت از نزدیک شریک نماید تا باشد به آن به موقع رسیدگی صورت گیرد. چې د خپل رعیت له آل و اوال څخه خبر وي، وخت نا وخت لیدنې ورسره وکړي، سپارښتنې ورته ولري، غوښتنو او پوښتنو ته غوږ ونیسي او ځینې مشکلات چې د حکومت او د ملت ترمنځ وي هغه ته په وخت باندې رسیدګي وکړي. در صورت کې حکومت به تواند خواسته اراده مردم افغانستان را تمثیل نماید، این مسئله می تواند در قسمت حفظ وحدت ملی اعتماد مردم نسبت به حکومت و همچنان از بین بردن فاصله میان حکومت و مردم نقش مهمی را داشته باشد. امیدوارم مسئولین ولایتی و منطقوی در قسمت خدمتگذاری مردم افغانستان در شرایط حساس و کنونیه که با آن ضرورت دارد از هیچ گونه اقدام دریغ نورزند. شماری دیگر از کارشناسان میگویند این دیدارها زمانی میتواند مؤثر تمام شود که حکومت سرپرست با اصلاحات داخلی توجه جدی نماید و همچنین حکومت قانون اساسی را ایجاد و بر اساس آن تمام مشکلات و تنش‌های افغانستان را حل و هموار نمایند. کورنی اصلاحات و د قانون تطبیق ته د فساد سره د مبارزې سیاست ته په کورنونه کې ډیره اړتیا ده. دا ځکه چې زموږ په وروستیو شلو کلونو کې دا ولس د فساد او د ناخوالو څخه ډیر ځورېدلی دی. په کار ده چې نننی چارواکي لکه د خپل مشر په خبرو کې چې ورته اشاره سوې ده، همداسې د قانون په تطبیق کې د ولسونو د ستونزو په حل کې د هغه سیاست څخه کار واخلي چې ولسونو پر حاکمیت باندې باور پیدا کړي. رهبر امارت اسلامی قبل از این گفته بود که افغانها هرگز بر اسلام معامله نمی کند و از مقامات خواسته تا به مسئولیت هایشان متوجه شوند و دروازه های وزارت ها را برای خدمت به مردم باز نگه دارند. مقامات افغانستان و چین روی ثبات منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های امنیتی دو جانبه صحبت کردند. در دیدار میان سرپرست وزارت امور داخله و سفیر چین در کابل، علاوه از بحث بر سر همکاری‌های مشترک، مسئولیت و تأمین امنیت ادبای چینایی در افغانستان نیز ستوده شده است. در این حال کارشناسان امور در کنار بخش اقتصادی در افغانستان، نقش چین را در بخش‌های امنیتی نیز مهم می‌دانند. استنباط می‌گردد که در کنار سایر کشورها روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان کابل و بیجینگ
با گذشت هر روز تقویت می گردد و تعهدات همکاری با همدیگر را می سپارند. با تازگی سفیر چین در کابل با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله دیدار کرده و در این دیدار در کنار مسائل دیگر از پروژه های چینایی، مکان های دیپلماتیک، امنیت ادبای چینایی در افغانستان و تامین امنیت شرکت قراردادی معدن مس عینک MCC چینایی ستایش کرده است. وزارت امور داخله می گوید هر دو طرف بر تامین امنیت، ثبات منطقه‌ای و دوام همکاری های تکنیکی صحبت کردند. سفیر چین در این دیدار از رهبریت وزارت امور داخله بابت تامین امنیت ادبای چینایی در افغانستان ابراز امتنان نموده و به خاطر همکاری های دوامدار این وزارت ابراز خرسندی کرده است. ژاو شینگ گفته است که در جریان چند هفته گذشته میان دو کشور در بخش های ترانزیت و اقتصاد پیشرفت های صورت گرفته است. ژاو شینگ افتتاح سرک معدن مس عینک و تفاهم نامه ها در بخش جلغوزه ها و همچنین پروژه های دیگر را بیانگر روابط دو جانبه خوانده است. در همین حال کارشناسان امور داشتن روابط مثبت با کشور چین را در بخش های اقتصادی، سیاسی و امنیتی به نفع کشور می خوانند و می افزایند که چین از لحاظ اقتصادی یک کشور خودکفا است و می تواند در هر بخش با افغانستان کمک نماید. آنان می افزایند که حکومت سرپرست در حال حاضر در شرایط قرار دارد که باید برای منافع کشور با همه طرف ها روابط نیک و حسنه داشته باشند. چین په سیمه کې د یو ستر قدرت په توګه غواړي له افغانستان سره خپلې ژورې ستراتیژیکې اړیکې ولري. د دې تر څنګ چین د افغانستان د ګاونډي په توګه باندې هم اړ ده، تر څو د افغانستان له امن او ټیکاو څخه د خپلو سیمو د امن او ټیکاو ضمانتونه ولري. په دې وروستیو کې د چین دولت کوشش کړی ده تر څو د اسلامي امارت له چارواکو سره خپلې ژورې اړیکې د ځینو مهمو پروژو په پیلېدا او بشپړېدا باندې راغبرګې کړي. کارشناسان همچنین می گوید چین سرحد مشترک با افغانستان دارد، به همین دلیل باید به خاطر تامین امنیت کشورش با حکومت سرپرست روابط حسنه و استوار بر باور را تحکیم نماید. پس از حاکمیت مجدد امارت اسلامی، امنیت نسبی در افغانستان تامین شده و به گفته مقامات بلندپایه حکومت سرپرست در حال حاضر هیچ گروهی در افغانستان وجود ندارد که در برابر حکومت و مردم تهدید به میان آورد. دیدارهای نمایندگان حکومت سرپرست با مقامات در بیرون از کشور غیر مؤثر خوانده شدند. کارشناسان در اشاره به دیدار میان سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر و شارل دافیر فرانسه برای افغانستان میگوید تا زمانی که حکومت سرپرست خود را مطابق به شرایط جهانی عیار نسازد، مشکلات کنونی افغانستان حل نمیگردد. آنان جهان را نیز مکلف و کمک به افغانستان در شرایط کنونی میدانند و میافزایند که افغانستان را باید در چنین حالات تنها نگذارد. ملګری ملتونه ځکه د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، دلته دوه عمده دلایل دي. یو، نړیوال یا غرب غواړي چې امارت اسلامي په نړیوال نظم کې مدغم کړي. دوهم، د نړیوال نظم اصول په دی منی او په یو نوی میکانیزم پر اساس یو نوی اسلامي حکومت رامنځته کی چې رهبری به امارت اسلامي کوي او نور به هغه ډلې او هغه حرکتونه هغه ګروپونه به د چتر لاندې په نظام کې ورداخل کی چې هغه د امریکایانو یا د نړیوالو حقوقو ته یا نړیوالو ته په دا شل کلنه دوره کې وفادار وو. نو ځکه نړۍ نه غواړي چې اوس فعلاً امارت اسلامي سره تعامل کې یا رغنده دریز ولري. د افغانستان اسلامي امارت هغو غوښتنو ته تمکین وکړي او هغه غوښتنې، خصوصا هغه غوښتنې چې د موږ د اسلامي مقدساتو سره او افغاني دود و دستور سره په ټکر کې ونه اوسیږي، هغه مسایل ومنل سي، نو دغه کولی سي چې موږ د دوهې غونډه کې له نړیوالو سره نږدې کړي او دغه غونډه په آینده کې د افغانانو لپاره یا د افغانستان حکومت لپاره یو مثبته پایله ولري. د افغانستان لپاره د فرانسې سرپرست سفیر جین میرل شو سره د دوحې د درمې غونډې د نتایجو د تعقیب په افغانستان باندې د اقتصادي بندیزونو ختمولو، د هغو دهقانانو لپاره د بدیلو پروژو په رامنځته کولو خبرې وکړې چا چې د کوکنارو کښت پریښی او نه یې کړي. همداراز په اقلیم کې د بدلون له امله افغانستان ته د رسیدونکو زیانونو په هکله هم وغږېدو.
د فرانسې سفیر دغه ټکی لزان سره نوٹ کړل او د دوحې د غونډې په پایله کې په جوړیدونکو کاري ډلو کې په دغو موضوعاتو باندې د غور کولو وعده یې وکړه. نړیواله ټولنه د هغه جملې څخه فرانسه د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې مسؤلیت لري. دا مسؤلیتونه په نړیوالو قوانینو کې د دوحې په تړون کې واضح شوي دي. د کوکنارو د کښت په اړوند باندې نړیواله ټولنه ناغیړي کوي. هغه نړیواله ټولنه چې په کال کې تر 15 میلیارد ډالر پورې د کوکنارو سره د مبارزې په سیاست کې کارول، ولې کوکنار ډیرېدل کمېدل نه. نن د اسلامي امارت په موجودیت کې د کوکنارو کچه صفر ته راغلې ده. باید نړیواله ټولنه د هغه جملې څخه فرانسه د افغانستان د بزګرو د بېوزلو خلکو لپاره د بدیل معیشت په اقتصادي سیاست کې رغنده ونډه واخلي. سرمایه گذار چنایی به سرمایه گذاری در سه بند دریای کنر علاقمندی نشان داده است. وزارت انرژی آب می گوید مسئولین یک کمپانی چنایی ابراز علاقه نشان داده که در بخش ساخت بندهای دریای کنر سرمایه گذاری می نماید و سوی وزارت اطمینان به هر نوع همکاری نیز برای آن داده شده است. ساخت بندها در دریای کنر و سایر دریاهای کشور از لحاظ اقتصادی عایز اهمیت است و به گفته کارشناسان با ساخت بندها بر دریای کنر افغانستان در بخش برق به سوی خودکفایی نزدیک خواهد شد. در کنار سرمایه های طبیعی دیگر آب هم از جمله سرمایه بزرگ افغانستان خوانده می شود که از سالها بدین سو به کشورهای همسایه به طور رایگان جریان دارد. به تازگی چین به سرمایه گذاری در بخش ساخت بندها در افغانستان هم دل خوش نموده است. مسئولین یک شرکت چینایی در دیدار با وزارت انرژی و آب افغانستان علاقمندی نشان داده که در بخش ساخت بندها بر دریای کنر سرمایه گذاری می نماید. وزارت انرژی و آب می گوید که مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در این دیدار با شرکت چینی یاد شده در بخش ساخت بندهای مذکور اطمینان به همکاری داده است. دیوبا انرژی سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور دی و چینی شرکت له مسئولینو سره وکتل په دغه لیدنه کې دی چینی شرکت مسئولینو په کنر سیند باندې د درې بندونو د پروژو په اړه د پانګونې په مخه خپل لیوالتیا څرګنده کړه او د اوبو انرژي وزارت رهبری هم هغوی ته د هر ډول همکاری ډاډ ورکړ. اعتقاد بر این است اگر پروژه های پلان گردیده در بخش بندهای آب و برق در افغانستان آغاز و تکمیل گردد، پس افغانستان می تواند به کشورهای همسایه هم برق را صادر نماید. د دغه پروژو په تکمیل سره به افغانستان په دې باندې وتوانی کی چې ټولو ګاونډي هیوادونو ته هم برېښنا صادر کړي. در همین حال تحلیلگران چنین امارات را از لحاظ اقتصادی به نفع افغانستان میدانند و می افزایند که باید به عملی شدن پروژه های بنیادی اولویت داده شود. کارشناسان اقتصادی می گویند با ساخت بندها بر سر دریای کنر نه تنها این که تولید انرژی را در داخل کشور افزایش می یابد، بلکه اقتصاد کشور هم به آن رشد می نماید. اعمال بندها در این حوزه می تواند افغانستان از نظر تولید انرژی برق در حقیقت ظرفیتش بالا ببره و اعمار بند در بالای دریای کنر نه تنها این که بر افغانستان از نظر تولید انرژی بسیار زیاد کمک میکنه، کشور پایین دست پاکستان هم در مهار سیلاب کمک میکنه. چیزی که بسیار بر افغانستان مهم است بحث تولید انرژی است که دریای کنر این ظرفیت بسیار خوب را داره که از نظر تولید انرژی برق بر شرق کشور و تا کابل بسیار باثر تمام شود. کارشناسان میگویند اگر بندهای آب و برق بر دریای کنر ساخته شود، این گامهای مؤثر در بخش مدیریت آب برای حکومت افغان شمرده می شود که باید برداشته شود. اما آنان می افزایند که سخنان چینایی ها در افغانستان تنها در حد تعهدات و وعده ها محدود می گردد. یکی از خبرهای خوش می خواد باشه که اگر بالای دریای کنر بند ساخته شود، بند آب و بند برق، و در قطع یک ما مدیریت آب بریم و یک قدم پیشتر بریم. ولی عمدتاً چینایی ها در افغانستان روی وعده ها و روی گرفتن پروژه ها در حقیقت بسنده میکنن. بر اساس معلومات به ساخت بندها بر دریای کنر صدها میگاوات برق تولید و به هزاران هکتار زمین هم آبیاری خواهد شد که به نظر اقتصاددانان به این امر در زندگی روزمره مردم هم تغییر مثبت رونما و اقتصادشان رشد می نماید.
یک نهاد خیریه به 300 جوان فارغ گردیده از صنف 12 هم زمینه تحصیلات عالی رایگان را مساعد ساخته است. مسئولین نهاد یاچده میگویند این زمینه تحصیلی را بدون کابل در ولایات ننگرهار و کندهار به دختران و پسران در بخش های انجینیری، اقتصاد، ژورنالیسم، قابلگی و سایر 15 ها به طور مساویانه فراهم ساختند. شمار از جوانان مستفید گردیده از این فرصت خرسندند که در چنین شرایط دشوار و سخت اقتصادی برای آنان زمینه رایگان فراگیری تحصیلات عالی مساعد گردیده است. تحولات اخیر در کشور، چالش های اقتصادی و به دلیل محدودیت های تعلیمی بر دختران، بسیاری از جوانان از فراگیری تحصیلات عالی محروم شده اند. در امتحان امسال کنکور که بدون حضور دختران برگزار و عقد شد، مجموع 97,000 پسر در آن اشتراک داشتند و از جمع آن 47,000 آن به پوهنتون ها راه یافتند و حدود 18,000 دیگر آن بی نتیجه اعلان شدند. اکثریت افراد بی نتیجه در امتحان نمی توانند به هزینه شخصی به تحصیلاتشان دوام دهند و روی همین دلیل برخی از نهادهای خیریه خصوصی در صدد ایجاد زمینه رایگان فراگیری تحصیلات عالی برای افراد یاد شده هستند. به تازگی یک نهاد خصوصی در ولایت ننگرهار و کندهار به حدود 300 جوان زمینه فراگیری تحصیلات عالی را به طور رایگان در بخش‌های انجینری، اقتصاد، ژورنالیسم، قابلگی و سایر بخش‌ها فراهم کرده است. کابل، کندهار و ننگرهار که دریس او سکالرشپونه اعلان کړی دی د ورونو او د خویندو لپاره هم د سی ورونه په کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم کې او هم د سی خویندې چې دی هغه په امغه دوه کلن کوم طبي برخې چې دی لکه فارمیسی، قابلیتګي، طبي ټکنالوژي او پروتیز دندان دغه برخو کې هغه لپاره دغه پروسه په لاره چول شوې ده. نامبرده میگوید چند قبل هم به 50 تن در داخل و به 40 فرد دیگر بیرون از کشور زمینه فراگیری تحصیلات عالی را فراهم کرده است. آنان می افزایند با توجه به امکانات در نظر دارند تا در سراسر ولایت کشور برای جوانان زمینه های تحصیلات عالی را فراهم نمایند. به گفته مسئولان، آن عده جوانانی که به همکاری آنان از پانتون ها فارغ می شوند، با آنان در بخش های کاریابی هم همکاری صورت می گیرد. په کابل کې 50 سکالرشپ اعلان کړیو چې هغه محصلین په نږدې وخت کې انشاءالله چې فارغیږي او دې ترڅنګ موږ 40 کسان مالیزیا هیواد ته لیږلي یو او دغه نو وروسته دغه د دریس سکالرشپ اوس اعلان یږي. ان شاء الله پلان دا دی چې پر روان سیمستر کې موږ نور سکالرشپونه اعلان کو. دا مقدار 1500 سیزر شول د سخه مخ کلاړ سي هغه کوم ضرورت او کوم اړتیا چې لیدل کیږي هم د برخه د زده کړو برخه ته تعلیم برخه ته موږ په دې باندې ډیر فوکس دی چې ان شاء الله نور په دغه برخه کې موږ ډیر قوي کار وکړو ترڅو افغانستان ته او د همدغه خلکو ژوند کې خاندازه بدلون راش. شماری از جوانانی که برای آنان از سوی نهاد خیریه یاد شده زمینه رایگان تحصیلات عالی فراهم شده خرسندند که در چنین شرایط سخت اقتصادی از آنان حمایت مالی صورت می گیرد. این جوانان از حکومت و نهادهای دیگر می خواهند تا برای آینده درخشان کشور در بخش تعلیم و تحصیل از آنان حمایت نمایند. پوهنتون دورې ته خپله لاره پیدا کړله او الحمدلله اوس په اتم سمستر کې خپل زده کړې مخته وړم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د پنځم او شپږم سمستر په جریان کې مې په یو دولتي اداره کې خپله وظیفه هم ترلاسه کړله. چې ځوانان دې په دغه بخش یعنی تعلیم په بخش کې ډېر سپورټ کړي زموږ د هیواد ورته اړتیا ده تر څو موږ وشو کولی چې د ناپوهۍ ټغر د ګران هیواد افغانستان څخه راټول کړو. قابل ذکر است که میلیونها جوان در کشور با وجود اینکه مشتاق فراگیری تحصیلات عالیاند اما به دلیل چالش‌های اقتصادی و نبود امکانات نمی‌توانند به دروسشان دوام دهند. در این اواخر از سوی حکومت برای بسیاری از جوانان زمینه فراگیری تعلیمات حرفه‌ای و همچنین از سوی نهادهای خیریه زمینه تحصیلات عالی مساعد می‌شود که این امر امید جوانان را نسبت به آینده نیز بیشتر ساخته است. هفته گذشته یک اندازه مواد مخدر مختلف النوع در ننگرهار کشف گردیده است. مسئولین قماندانی امنیه میگویند این مواد شامل چرس، شیشه، تابلت کا و مواد دیگر می باشد و در پیوند با آن 6 تن نیز بازداشت شدند. از سوی دیگر باشندگان ننگرهار میگویند تمامی افرادی که در کشت و قاچاق این پدیده دست دارند باید دستگیر و با آنان برخورد قانونی صورت گیرد. منصوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ننگرهار در شهر جلال آباد و شماری از ولسوالی ها یک اندازه مواد مخدر را به دست آوردند که این مواد شامل شیشه، چرس و تابلتکا می باشد. مسئولین قماندانی امنیه می گویند که در میان مواد کشف گردیده 260 کیلوگرم شیشه، 85 کیلوگرم چرس، 25 کیلوگرم تریاک، 6000 قرص تابلتکا و 700 قرص زیکاپ شاملند و در جریان یک هفته به دست آمده است. 285 کیلو شیشه، 15 کیلو چرس،
پنځه کیلو تاریاک، شپږ زره تبلیتکا ګولۍ، اووه سوه زیکپ ګولۍ، څلور عردي موټر او په تورې شپږ تنه نیولي دي. باشندگان ننګرهار اگر از یک سو از این دستاورد قماندانی امنیه خرسندند، اما میگویند که مواد مخدر زندگی جوانان را تباه میکنند و میگوید که حکومت سرپرست باید با تمامی افراد را که در کشت و قاچاق این پدیده دست دارند بازداشت و با آنان برخورد قانونی نماید. او بس وادوال تا ډیر زیان رسه او پرسته که ننګرهار خلکو په زیان دي، همغه امارت اسلامی نه دا غوښتنه باید چې کلک دغه ونیسي، مخنیوي وشي او بس دا بند شي او ختم شي. څوک چرس خرڅي ایروین خرڅي نشې توګه چې شروع دی او داخله کې کاچاک کې یو زینبل زی توړي دی باندې زموږ ټول ځوانانو نسل په دې باندې مختشوي به چې اسلامي امارات مجاهدین نه دا هله کېږي چې دغه کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته ول شي. هرچند حکومت سرپرست بر کشت، پروسس و قاچاق مواد مخدر محدودیت وضع نموده و هنوز هم مردم در شماری از مناطق دور افتاده افغانستان این مواد را کشت می نمایند، اما مسئولین تاکید می کنند که آنان در این بخش جدی اند و مردم را حتمی از کشت مواد مخدر باز می گرداند. قلعه بی بی جانی در ولسوالی خانشین هلمند با خطر از بین رفتن مواجه است. این قلعه که به باور تاریخ دانان در جریان حاکمیت مغول ها ساخته شده، حدود 800 سال قدامت تاریخی دارد. باشندگان محل میگویند به دلیل جنگ ها و بارندگی های پسین این قلعه تخریب شده و با خطر از بین رفتن روبروست. جوړښت چې ګورو د بوس کلا څخه به کم تاریخ ونه لري او خلک یې د بی بی جان د کلا په نامه باندې پیژني، نو تاریخي آثارو ته تر بل هر څه باید موږ ډېر ترجیح ورکړو او ساتنه یې وکړو. موږ تاسو وینو چې د دې ځینې برخې د باران له امله اوس هم ویجاړې شوي دي، نو چې نورې ویجاړېږي او زموږ دا تاریخ له منځه ځي باید ساتنه یې وشي. دا خو په داسې حالت کې ده چې ورځ تر بلې دا په خرابتیا کې ده، او که دا جوړ شي دا یو تاریخي شی دی له ډېره وخته څخه، نو دغه ګټه کوي چې دا تاریخي کلا ده او ټول خلک به دغه ته خاص که نور دغه پیدا شي هم دا دغه کوي چې دا تاریخي شی دلته د بی بی جان کلا جمع د نور کلاګانې دا خو ډېر تاریخي قدامت لري او دا ټول مکمل خاورین جوړې دي، نو عادتا طبیعي ده چې خامخا به د تخریب سره مخ کېږي د وخت په تېرېدو سره، په سیلابو سره او په داسې باراني هواو سره. خو د دې د تخریب او یا د دې د حریم خبره هم موږ د وزارت سره شریکه کړې ده. انشاءالله امید لرو چې د افغانستان ټول هغه تاریخي ځایونه به ورغول سي د افغانستان په رغیدو سره. وقفه کوتاه در ادامه با ما باشید. چند خبر مهم از جهان. در نتیجه غرق شدن کشتی در ایتوپیا نزدیک به 20 تن جان باختند. بر اساس گزارش رسانه دولتی این کشور، بر اثر غرق شدن یک کشتی مسافربری در دریای شمال غرب ایتوپیا 19 تن جان باختند. در گزارش آمده که تیم‌های نجات از جمع 26 مسافر موجود در کشتی به شمول یک کودک 7 تن را نجات دادند. مقامات تاکنون در مورد دلیل غرق شدن این کشتی جزئیات بیشتر را ارائه نکردند. نزدیک به 90% باشندگان غزه در وضعیت بد بشری از خانه هایشان به مناطق دیگر بیرون گردانده شدند. دفتر مهاجرت سازمان ملل در غزه تا یک اعلامیه تازه گفته است که 86% باشندگان غزه با وضعیت بد بشری که سوی نیروهای اسرائیلی با عدم خوراک، ادویه و آب مواجه شدند، چندین بار وادار به ترک خانه هایشان گردیدند. بر اساس گزارش این سازمان، نیروهای اسرائیلی به تازگی اتباع فلسطینی را از کمپ نصرت غزه و منطقه بوریج وادار به بیجا شدن نمودند.
و خبر اخیرین که رئیس جمهور کنونی ونزوئلا در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پیروز گردیده است. مقامات کمیسیون انتخابات این کشور گفتند انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا میان نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی و ادموندو گونزالس دیپلمات پیشین برگزار گردید. مقامات مادورو رئیس جمهور کنونی این کشور را با کسب 51.2% آرا بار دیگر به عنوان رئیس جمهور اعلان کردند. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. الله نگهدار.